ما در میانه راهیم. نارضایتی از احمدی نژاد موضوع جدیدی نیست، اما اینکه عالی ترین مسئولان سپاه هم از او گله کنند جدید است. علی سعیدی نمایندگی آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور تلویحی از حمایت این نهاد نظامی از احمدی نژاد در انتخابات گذشته اظهار پشیمانی کرده است. میگوید احمدی نژاد همه هوادارانش را به مخالف تبدیل کرده. مدت هاست احمدی نژاد و حامیان سابقش اختلاف دارند. در مجلس، قوه قضاییه و حالا سپاه پاسداران. 7 سال پیش مهدی کروبی به تقلب سپاه به نفع احمدی نژاد اعتراض داشت. مراکز قدرتی دارن این کارو میکنن. قرار سپاه بعضیشون رفتن جای سخنرانی کردن. انتخابات 88 هم که این بار موسوی و کروبی اعتراض کردن. مسئله دستگیر شده ها فقط ها فاجعه است. ما چنین چیزی رو قبل از انقلاب شاهد نبودیم. به این شکلش ما شاهد نبودیم. آیت الله خامنه ای اما هرگز این اعتراض ها را نپذیرفت. اهل خیانت در آراء مردم نیست. 2 سالی است که اختلاف آیت الله خامنه ای و احمدی نژاد علنی شده. بخشی از حامیان سابق احمدی نژاد در مجلس و قوه قضاییه علیه او هستند. این روزها برای او خط و نشان میکشند، اما احمدی نژاد هم کوتاه نیامده. همین دیروز به بهانه مخالفت صادق لاریجانی با بازدید او از زندان اوین از رئیس قوه قضاییه انتقاد کرده است. انتقادی تند. گفته است رئیس جمهور است و اختیار نظارت بر اجرای قانون اساسی را دارد، پس می‌خواهد به اوین برود. هنوز صادق لاریجانی واکنشی نشان نداده. حامیان سابق دولت و منتقدان امروز احمدی نژاد مدتی است می‌گویند لازم شود او را برکنار می‌کنند. تا آیت الله خامنه ای اجازه ندهد چنین نمی‌شود. این تخریب کردن دولت این هیچ مصلحت نیست. این جزء کار رهبر جمهوری اسلامی که همواره از احمدی نژاد حمایت کرده حالا راه سختی دارد. یا باید این احمدی نژاد را 9 ماه دیگر تحمل کند، یا اینکه اجازه دهد مجلس با او برخورد کند، برخوردی که مطمئناً با سکوت احمدی نژاد همراه نخواهد شد. اون نشان داده حمله به منتقدان را خوب بلد است. جاهای دیگه اشکال ندارن. یک انتقاد از قوه قضاییه اگر شده به من بگید. نماینده رهبر در سپاه میگوید علم غیب نداشتند که احمدی نژاد چنین شود، اما نگفته چرا آنهایی که 3 سال پیش امروز را پیش بینی میکردند هنوز زندانی هستند. میرحسین موسوی، مهدی کروبی و ده‌ها فعال سیاسی منتقد احمدی نژاد ماه‌هاست در بازداشت خانگی و زندان به سر میبرند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.